آقای قاطرانی سال 71 میرن اول به کانادا و بعدش هم آمریکا برای ادامه تحصیل و دکترا و فوق لیسانس و به توصیه آیت الله مصباح رفتین یا اینکه خودتون تصمیم گرفتین؟ نه، ما از بچه های مؤسسه بودیم. مؤسسه اون موقع بله بنیاد باقرالعلوم بود. بنا بود که بنیاد چیز شد که یه قراردادی رو حضرت استاد بستن با پروفسور لندولت از دانشگاه مکگیل کانادا. دانشگاه مکگیل در مونترال جزء دانشگاه‌های تاپ اونجا است. دانشگاهی خیلی قویه. صحبت‌هایی کردن که اونجا هم ما چیزی داریم، یه بخشش اصلا مطالعات اسلامی است و رشته‌های دیگه. خب یه عده شما بچه‌هاتون رو بیان اونجا و اینا، این خوبه و این صحبتی شد و یه مبادله علمی که تعدادی از ماها برن یه تعدادی از اونها بیان. بعد 12 نفر رو به اصطلاح آج آقا نظر دادن که اگه بناست اینا برن. خب اینا از نظر مثلا چیزهای مختلفی در نظر گرفتند و بنده هم یکی از اینا بودم که بنا بود برن. طبعا اون موقع به نظر 35 سالم بود، چون یادمه که سنم رو شمردم. و منطقه ما تو حوزه درس فقه و اصول اینا خونده بودیم، دوستانم هم همینطور، و این فقه و اصول بنده خیلی به دردم خورد، چون که یه تقریبا صاحب نظر بودم تو مسائل. زبان چطور؟ زبان هم بنده از تقریبا دبیرستان که اومده بودم، بعد اومدیم حقانی زبانمون ادامه داشت. تقریبا زبان هیچ وقت ول نشده بود، پاره نشده بود، اما به مو میرسید اما پاره نمیشد دیگه. این موقع که خواستیم بریم اینا بنا کردیم یه دوره هم زبان رو برای مرور کردن و اینا، حتی در حد تافل و اینا کار بکنیم که میخوایم بریم اون طرف بتونیم. بعد وقتی که کانادا بودم 3 سال، به نظرم 3 سال، 3 سال و نیم بیشتر نشد که فوق لیسانسش گرفتم دانشگاه مک. بعد مطرح شد که خوبه اگه برم حالا تو همین چیز آیت الله عراقی رضوان الله تعالی علیه به رحمت الهی رفتن، ما رو دعوت کردن آمریکا برای سخنرانی. ما رفتیم سخنرانی آمریکا کردیم و برگشتیم، چون من کارت دانشجویی داشتم، خب مشکل نبود رفتیم و برگشتیم. وقتی آمدیم کانادا دوستان اونجا حساس شدن که خب شما بیاید اینجا. ما هیچ دلیل نره بیام آمریکا، اینجا بهتر، اینجاست دارم و خیلی هم خوبه، استاداش و اینا هم چون خود لندولت با هم کار میکرد و به اصطلاح شاید بهترین مستشرق اوری هست، خوبم ازش چیز یاد میگیرم، میخوام بمونم. مخصوصا شیوه های تحقیق و اینا چیزی بود که اینا کاراشون در این جهت خیلی چیزه. ولی دوستان خیلی اصرار کردند و اینا که نخیر باید بیاید اون طرف و اینا، و بالاخره جوری شد که احساس کردم که انگار بزرگترها هم میخوان که من برم اون طرف. این شد که گفتم خب من به شرطی میام که بیام اونجا دانشگاه اپلای کنم، اگه دانشگاهی تقاضای درس بکنم، اگه من قبول کردن میمونم و الا من نمیمونم، چون درس برام اصله. فردا میگن یه عده طلبه های حوزوی رفتن اونجا و بی سواد برگشتن و اینا، اصلا چیز خوبی در نمیاد و با حرمت و حوزه برامون واقعا باید مهمه. رفتم اونجا و ثبت نام کردم یکی دو چند جا دو سه جا و اینا، دانشگاه بینگهمتون قبول کرد ما و که رشته فلسفه کار کنه. اون شد که استادای خوبی هم اونجا گیرم اومد که با آقای لگنهوزن مشورت کردم، مثلا آقای آنتونی پرویس شد به اصطلاح استاد به اصطلاح راهنما، و یکی هم پروفسور مرویج بود که شد استاد دیگر. در این مدتی که اونجا بودم ضمناً مؤسسه اسلامی نیویورک رو هم اداره میکردم، هم امام جمعهش بودم، هم امام جماعتش بودم، هم رئیس هیئت امناش بودم، و ضمناً تو برنامه هایی که علمای به اصطلاح مسلمان در کانادا در نیویورک برنامه هایی داشتن شرکت میکردم. یه بارم شدم رهبر به اصطلاح علمای اونجا آمریکا، آمریکای شمالی، فعال بودم در اینجا، حتی دوست داشتم باشم کار بکنی و اونا منو میشناسن، آمریکایی ها بنده رو به عنوان یه ضد آمریکایی میشناسن و بوده دیگه. شما آخرین بار دیگه کی رفتین آمریکا؟
بنده آمریکا آخرین بار یه بار که همون اولی بود که آقای احمدی‌نژاد می‌خواست بره سال 84 آره که گفتم ایشون گفتن که با ما بیاین و گفتم نه من خودم میام نمیخوام که به خرج دولت بیام که سر همین خیلی ها بهم هر چی خواستن گفتم چون گفتم که من گرین کارت دارم و البته باطل شد دیگه بعد یه سال بعدش به نظر چرا باطل شد؟ چون 10 سال بیشتر اعتبار نداره دیگه و الان 14 ساله این طرفم بعد به نظرم بعد ایشون هم یه بار رفتم خیلی اذیتم کردن تو مرز 4 ساعت مصاحبه کردن با ما سر اینکه شما اخلاق میگید تو دولت آقای احمد نژاد میگم آره اخلاق میگم خیلی از این سوال های اینجوری کرد گفتش که چرا زمان آقای خاتمی اخلاق نگفت آقای خاتمی دعوت نکرد دقیقا همین سوال رو میپرسید بله دعوت نکرد آقای دعوت که من میرم بر اونم اخلاق میگم الان اگه آقای بوش هم دعوت کنه اون موقع یادم میگفت من میام براش اخلاق میگم چون بد اخلاقی ریشه همه این مفاسد دنیا است گفت جدی اگه بوش دعوت کنه میای گفتم آره میام چرا نیام میام میشم براش اخلاق میگم چون معتقدم اخلاق اگه خوب باشه خیلی دعوا نمیشه بعد داشتیم مثلا برای همون بوش مثال زدین و اینا داشتیم برای چی میرفتید امریکا برای کار همین درس و اینها میرفتیم نه یک این بار رفته بودم برای چیز به اصطلاح لس آنجلس دعوتم کردن اون آقای موسوی بود که از دنیا رفت به اصطلاح سرطان گرفت و زندانی شد اونجا براش 70 سال زندان بریدند و اینا بعضی افرادی که اینجا بودن رفته بودن اون طرف بعد خیلی در حقش جفا کردن اونجا به عنوان مترجم تو دادگاه شرکت کردن برایشون آقای موسوی بچه انقلابی بود و تو جنگ هم جز جانبازا بود اینا مثلا 35% یا 45% بود وقتی خواسته بودن اینا ترجمه کنن گفته بودن یعنی ایشون حاضره که 45% در کارهای انتحاری شرکت کنه مسلمون این اینطور حرف باید بزنه لعنت بر آمریکا به هر کی آمریکا زده شد یه جوریه بعد اونشون شما رو دعوت کرده بود اون رو دعوت کرده بود و بعدم خیلی اینطور اذیت کردم من دیگه نمیام بعد حالا اشاره کردین که زمانی هم که درس اخلاق میدادین تو دولت آقای احمد نژاد رفته بودین این داشتن گرین کارت مغایرت با قوانین نداره قوانین ما نه گرین کارت یعنی اینکه شما باید 6 ماه یه بار که میری بیرون برگردی و بعد اونجا خودمنده مسئول مؤسسه بودم دیگه بعد اداره می‌کردم نیویورک وقت اجازه نداشتم چنین کاری بکنم نمیتونستم دنبالش نبودم دوستان خیلی چیز کردن که اگه این کار بشه اجازه قانونی است و الا خلاف قانونه اذیت میشه خلاف قانونم نمیخواستم بکنم بعدنم هیچ کدوم بچه‌هام حتی گرین کارت نداره هیچ کدوم خودم هم باطل شد تمام شد دیگه هم نرفتم دنبالش اصلا ولی خیلی سر صدا کردند و راست و دروغ گفتن الان هم به چند تا از این مسئولین دولتی که زارن گرین کارت دارن بعضی از این رسانه ها دیدین که یه چیزایی نوشته بودن و این اگه کسی گرین کارت داشته باشه گرین کارت تابعیت نیست تابعیت اون باید بره قسم بخوره به اصطلاح زیر پرچم اونها که منافع اونها رو حفظ کنه خب اگه آدم واقعا بخواد بره این کار بکنه این چه جور میشه هم اینجا قسم بخوره هم اونجا قسم بخوره همه هم دقت بکنن دیگه چه از این سم مثلا آقای آتارینی از اون سم داره کسی دیگه تو دولت جدید